سلام برامکس، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدم دوتا از داستانهای ارسالی ترسناک رو براتون بگم که خیلی وحشتناک هستن و این داستانها واقعی هستن. اگه شما هم داستان ترسناک واقعی سراغ دارید یا توی زندگیتون براتون اتفاق ترسناکی افتاده، میتونید از داخل اینستاگرام یا تلگرام برام بفرستید که توی پارت‌های بعدی حتما بذارمش. و اینکه بگم قبل از شروع ویدیو، اگه به محتوای ترسناک و داستانهای ترسناک علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. خیلی ممنون، بریم برای ویدیو. سلام، من رویاهایی میبینم که معمولا بیشترشون واقعی میشه. خوابام اولا بیشتر کابوس بود و اتفاقای بد که بیشترش به واقعیت تبدیل میشد. وقتی برای مامانم تعریف میکردم میگفت چیزی نیست و خیالاتی شدی یا ذهنت رویاسازی کرده و از این چیزا. این خوابا تقریبا از بچگیم شروع شد و تا الان ادامه داره. یه نمونه از خوابم این بود. راستش من چند سال پیش که 12 سالم بود، خواب میبینم که بابا بزرگم زمین میخوره، از سرش میخوره به لبه میز و کلی خونریزی میکنه و میمیره و رویش همون جوری که خونی بود تو کل خونه قدم میزنه و آخر سر در حیات خونهشون خود به خود باز میشه و روی بابا بزرگم میره از خونه بیرون. وقتی از خواب بیدار شدم خیلی ترسیده بودم، چون بابا بزرگم خیلی دوست داشتم و اینکه خواب دیدم مرده برام خیلی وحشتناک بود. با گریه خوابمو برای مامانم تعریف کردم که به هم گفت ایشالله خیر رو برای بابا بزرگت عمر طولانی نوشتن. اما من این حسو نداشتم بخوابم. دقیقا 1-2 سال بعد بابا بزرگم زمین میخوره و سرش میخوره به زمین و میمیره. وقتی بهمون زنگ زدن و این خبر رو دادن، اولین چیزی که اومد توی ذهنم خوابم بود. خوابام همینجوری ادامه داشت و از وقتی که بابا بزرگم هم مرده بود اونم میومد توی خوابام. وقتی با مامانم رفته بودیم پیش فالگیر، به مامانم گفت یه چیزی همراه دخترت هست که بهش هشدار میده یا اینکه خبرهای خیلی مهمو بهش میده قبل از اینکه اتفاق بیفته، اما نگفت که اون چیز چیه. هنوزم که هنوز خوابام ادامه داره و حتی بعضی وقتا احساس میکنم یکی پشت سرمه، مخصوصا وقتی میخوام بخوابم یا خونه تنها، انگار یکی داره نگاه میکنه یا اونجا حضور داره. سلام، من اسمم میلاده و داستانی که میخوام بگم برای 2 سال پیشه. من خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم زندگی میکنم. یه روز بعد از یه کار خسته کننده راه افتادم سمت خونه که آماده بشم برای مهمونی بریم خونه خالم. پدر بزرگ من منتظر مونده بود که با هم بریم. من رسیدم خونه و پدر بزرگم رو دیدم و گفتم من کل هیکلم روغن خالیه، برم حموم و بیام که بریم. رفتم حموم که به قول معروف پاکیزه و تمیز بشم. نیم ساعت تا 40 دقیقه طول کشید. از حموم اومدم بیرون و دیدم پدر بزرگم هنوز نشسته و آماده هم نشده. گفتم تا من لباس میپوشم و موهامو خشک میکنم آماده شید که بریم. رفتم لباسامو پوشیدم و اومدم که همراه پدر بزرگم راه بیافتیم. پدر بزرگم داخل خونه نبود. من همه خونه رو دیدم و گشتم و صداش کردم. نگاه کردم دیدم گوشیش نیست. گفتم شاید طاقت نیاورد و دیده طول کشیده رفته خودش. زنگ زدم بهش و گفتم که چرا صبر نکردی با هم بریم. چیزی که گفت یه ترس عجیبی توی دلم انداخت. گفت تو که رفتی همون، 5 دقیقه بعدش من حرکت کردم سمت خونه خالت. از اونجایی که من حمامم طول کشیده بود و بعد از ورود من به همون پدر بزرگم رفته بود، از اونی که من دیدمش و گفتم آماده شه بریم کی بود؟ یه ترس بدی افتاد به جونم، ولی خودم رو جمع جور کردم و زدم پای خستگی کار رو توهم زدن. چراغای خونه رو خاموش کردم و فقط آشپزخونه رو روشن گذاشتم که خونه تاریک تاریک نباشه. رفتم در ورودی رو باز کردم که برم، چشمم افتاد به داخل خونه. آشپزخونه دقیقا روبروی در ورودیه. دیدم پدر بزرگم با چشای گرد و غیر طبیعی و لبخند غیر معمولی و غیر عادی داشت نگاه میکرد. متوجه نشدم که چطوری در قفل کردم و از خونه رفتم بیرون. فقط یادم با کلی ترس توی خیابون میدویدم و جرأت نمیکردم پشت سرم هم نگاه کنم. خب رفقا، این بود از موضوع این ویدیو و خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید و ویدیو رو دیدید. و اگه شما هم داستان ترسناکی دارید که دوست دارید توی پارت‌های بعد بذارمشون، خیلی ممنون شم که داستانتون رو داخل اینستاگرام یا تلگرام برای من ارسال کنید. خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا دیدید. تا ویدیو بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا بعد، فعلا خدافظ. لایک ویدیو هم یادتون نره.